درود بر شما مهمان یاران، حالتون خوبه؟ امروز یک بچه 10 ساله یه چیزی به من گفت، خیلی جالب بود، ازش یاد گرفتم. گفت ببین، بهشت ساختن که اینقدر سخت و دشوار نیست، اینقدر وعده‌های کاذب میدن. گفتم چطور؟ گفت نگاه اون بالا، میبینین اون بالا؟ گفت اون بالا آدم یک اتاق میگیره 9 متر و بعد شب که میخوابه صبح میاد پایین، از اتاقش میاد پایین، میاد با اینجا نگاه، جنگل. بی جنگل. این بچه گفت، این بچه، اینم آب. والا این میگه من بچه نیستم، میگم بزرگه. اینم آب اینجا. بعد گفت این بهشت. گفت بهشت همینه دیگه. بهشت مگه چیه؟ مگه نمیگن رودخونه است و جنگل و اینا؟ هر روز هم میای اینجا لذت میبری میبینی. حالا این از اینا همه جای دنیا هست، همه جا. خیلی آره، آخوندار میگه، بگین شما هم عیب نداره. عرض کنم خدمتتون که خیلی هر جای دنیا برید، ایران برید، آفریقا برید، آمریکا باشید، از اینجور جاها هست. بهشت رایگان موجوده، میتونید برید استفاده کنید و بهره ببرید و چه لذت ببرید. حالا از همه مهمتر، اینجا گوجه سبز هم داره. نگاه گوجه سبز، این گوجه سبز رو میبینید؟ نگاه این درخت گوجه سبز هم داره، میکنه و میخورید. تازه حتی جلو برج ایفل هم، حتی جلو برج ایفل هم یه درختی داشت، درخت گوجه. ما موقع رادیو میرفتیم اونجا، این استاد علی و من، میگه استاد علی عباسی الان رادیواری میکرد، میرفتیم از رادیومون جلو برج ایفل و گوجه میخوردیم. حالا درخت رو کندن، ولی از این درخت ها قد فرمون. ساختن بهشت خیلی آسونه. تازه این پسر یه چیز دیگر هم گفت به من، میگم بهتون بچه برام. گفت تازه میگن حوری داره، غلمان داره، اینا. میگردی یه زن خوب پیدا میکنی، یه شوهر خوب پیدا میکنی، با هم میسازین دیگه. بعد من خیلی اذیت کردن هم دیگر رو، چیکار میکنین؟ ببینین 10 میلیون کشته میدید، قربانی میدید، آخوندها رو میندازید. اگه دیدید زندگی سخته، نگاه همه جای دنیا اینجور جاهای مجانی هست، میتونید برید استفاده کنید، بهره ببرید، لذت ببرید و 10 میلیون هم کشته بدید، این آخوندها رو نابود کنید از سرزمین های آریایی که روز به روز دارن همه ما رو قتل عام میکنن. همه جا بایست این حرف سیاسی باشه. دشنامم به این آخوندها بدید، هیچ اشکالی نداره. با بوسه عمر.